سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا و برنامه در همین نزدیکی با شما. شقایق هستم به همراه پوریا با خبرها و گزارش‌های شما در خدمتتون هستیم. بریم گزارش‌های ارسالی شما عزیزان از تجمع سپرده‌گذاران مؤسسه مالی کاسپیان رو ببینیم. آخر بی غیرتی، خیانت دولتی، 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 آخر بی غیرتی. میگن آمریکا دوسته، ایران خودش شاه دوسته. 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 تو ایران یه حساب بانکی بخواید باز کنید و یه دست چک بگیرید، کلی ضامن و سند و مدرک میخوان. اون وقت یه سری افراد مؤسسه مالی اعتباری را میندازن و کلی از مردم پول میگیرن و آخر سرم سر مردم کلاه میذارن. هیچ کس هم نیست پاسخگو باشه. آخر سرم بانک مرکزی میگه این مؤسسات غیر مجاز بودن. این آقایون فکر میکنن که مردم شعور ندارن، دسترنج و سرمایه مردم رو به همین راحتی به تاراج میبرن. جا داره با آقای روحانی بگیم خسته نباشید. در دوران وزرا و مدیران اقتصادی روحانی خسته نباشید. در دوران سیف رئیس استعفان نده بانک مرکزی خسته نباشید. در دوران کلان خسته نباشید. خسته نباشید. بله. عرض کردم خسته نباشید. در روزهایی که علی مطهری نایب رئیس مجلس از حذف برزیل از جام جهانی ناراحت میشه و واسه بی‌عدالتی فیفا مطلب مینویسه، روزایی که هنوزه آخوندی وزیر راه دولت آقای روحانی با این طرز ادبیات عجیب با مردم و خبرنگارا صحبت میکنه. پلاس خود چی میشه؟ یادشون بده. در روزایی که وزیر ارتباطات میگفت نسبت به هزینه‌های ارزی شفاف سازی کنید، اما مدیر رئیس‌جمهوری تأمین اجتماعی به رسانه‌ها میگفت حرفای وزیر رو پخش نکنید.
و من خواهشم برای اینه که همین امروز اصلا 60 ضمن اینکه شفاف سازی بکنه که چه میزان گرفته. خب طبق آمارهای ما این شرکت واردات بالا نداشته، هم شفاف کنی هم اعلامش کنیم که تسهیلش کرد اصلا تو این حوزه ورود نکنه. خیلی متشکرم آقای مهندس شهرومی. من یه توضیح رو بدم دوستان عزیز خبرنگاری، این که دوستان رو ما دعوت کردیم اومدن در این جمع، خواهشام این هستش که این بخش امروز بود نشه و تو صدا و سیما روش پرداخت نشه. های چند ساله سازمان در این بالاخره ارزش‌های خبری که شما دنبالش هستید میدونم چی هست. من تشکر، همینی که الان گفته اتفاقا همین شب همین اتفاق صحبت شما رو پر. در روزهایی که شورای نگهبان لایحه پالرمو از اجزای FATF رو مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و رد کرد، در روزهایی که رئیس دانشگاه آزاد واحد ساوه به خاطر چابلوسی و نصب عکس مسئول دانشگاه آزاد تو نشست خبریش توسط همین مسئولا برکنار شد تا همه بفهمن دوران تملق‌گویی تو این دانشگاه تموم شده، در روزهایی که مردم خوزستان به وضعیت آب توی این استان معترض بودن، در روزهایی که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر واسه رئیس سازمان محیط زیست بلیط گرفتن که پا بشه بره خوزستان، عیسی کلانتری هم گفت من که نمیتونم برنامه‌مو واسه سفر به خوزستان جابجا کنم و روحانی و جهانگیری هم دارن همچنان از راه دور برای مردم خوزستان گریه میکنن. اون روز که ریزگرد و رطوبت هوای اهواز و برق اهواز و زندگی مردم اهواز را در خطر قرار داد، من در اینجا میگویم هم من اشک ریختم هم دکتر جهانگیری. در شرایطی که اسحاق جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد مقاومتیه و وزیر اسبق آموزش و پرورش خدشه رو خدشه می نویسه با ته دستدار و توییت می زنه که نباید به اعتماد مردم خدشه وارد بشه، و از این طرف وزیر کنونی فرهنگ و ارشادم هیو کسره رو درست رعایت نمی کنه و می نویسه پایانه نمایشنامه. خیلی طبیعیه که استانی که پرآبترین رود کشور یعنی رود کارون رو داره مشکل کم آبی داشته باشه. لبه کار چه گلبار میشه وقتی که میشینن دلدار، تو قایقا دور از غم ها میخونن نغمه خوش روی کار. تو این قسمت میخواییم در مورد چیزای آبدار حرف بزنیم. البته مسئولین امر واسه حل مشکل مردم خوزستان یه فکرایی هم کردن و تقسیم کار شده. مثلا وظیفه گریه کردن واسه اونا رو آقای روحانی و آقای جهانگیری به عهده گرفتن. رئیس سازمان محیط زیست هم که به اسم سازمانش میخوره ای همچین یه ربطی به آب و هوا اینا داشته باشه رسما ستاد دعا تشکیل داده. این هفته لیست نمایندگان منظم مجلس منتشر شد و معلوم شد که کیا سر وقت میان و کیا سر وقت میرن، کیا تو اکثر جلسات مجلس حاضر میشن. حالا کاش لیست نامنظم ترین نماینده های مجلس هم منتشر بشه که باز بفهمیم که کیا بعد رای گرفتن از مردم مجلس رو میپیچونن و نمیان، یا میان و تو این 4 سال حتی یه نطق هم نمی کنن. من از اون دست نماینده هایی نخواهم بود که برای تفریح و عنوان پا به مجلس میذارن و در طول 4 سال حتی صدای سرفه‌شون رو هم کسی نمیشنوه. سرفه گیر ببر. نعیمه اشراقی نوه امام که هر چند وقت یه بار یه حرکت حاشیه سازی از خودش بروز میده این هفته میدونین چیکار کرده؟ میدونین دیگه، در واکنش به انتشار تصویرش توی خودروی BMW گفته سوار ماشین شدن که دلیل نمیشه اون ماشین مال خود آدم باشه، ممکنه ماشین مال دوست آدم باشه. من خودم رفتم از حد پایین کار کردم اومدم بالا، اصلا اگه من نوه امام نبودم بیشتر از اینا پیشرفت میکردم. کلن کشور افتاده دست یه گروه غارتگر و دزد که خودشونو بچه هاشونو نوه نتیجه هاشون دارن سرمایه کشور رو به تاراج میبرن و زندگی های آنچنانی برای خودشون درست کردن. اون وقت میان میگن مردم مرغ گرون شده کمتر بخورید، گوش گرون شده گوش نخورید چیزی نمیشه که،
اون وقت خودشون؟ واقعا نمیدونیم چی بگیم به این همه پر روی. پارسال کریمی قدوسی نماینده مشهد تو مجلس مدعی شد که حسین فریدون داداشی رئیس جمهور به خاطر اینکه صدای رئیس جمهور رو تقلید میکرد و تلفنی به مراکز اقتصادی دستور ترخیص کالای غیر مجاز رو میداده توی دستگاه قضایی پرونده داره. بعد از این افشاگری هم فریدون از کریمی قدوسی شکایت کرد. حالا این هفته اعلام شده که قاضی پرونده بعد از اینکه مستندات رو دیده گفته شکایت وارد نیست و قرار منع تعقیب برای کریمی قدوسی صادر کرده. خب این یعنی چی؟ یعنی کریمی قدوسی دروغ نگفته؟ یعنی راست راستی حسین فریدون تقلید صدا میکرده؟ دیگه چی کارا رو بلدی داداشی؟ کلن دستگاه قضایی ایران شده مهد کودک. فقط بلدن مردم عادی رو به دلایل دروغی دستگیر و محکوم کنن، ولی خودشون همه فراتر از قانونن و هر کاری دوست داشته باشن میکنن. خب وقتی کریمی قدوسی قرار منع تعقیب براش صادر میشه، یعنی حقیقت رو گفته و آقای فریدون باید دستگیر بشه به خاطر اتهاماتش. بله، ولی خب این هفته معلوم شد که مدیر یکی از مناطق آزاد دیگه خیلی آزاد بوده، به خصوص توی نهار خوردن به حساب بیت المال. مثلا هر دفعه این آقا رفتن در چیز، رفتن در رستوران غذا خوردن، یه نفر بوده در از مدیران منطقه آزاد اروند، هر وعده غذاشون حدوداً 600,000 تومان شده. 600,000 تومان اصلا در حالت عادی یه نفر میره غذا میخوره که با پول دولت رفته غذا 600 رو چی خورده؟ الان شیشلیگ هم میخورده، انقدر اصلا 3 تا شیشلیگ هم میخورده، اینجوری نمیشده. یعنی از همین سنین پایین روی خورد و خوراک بچه‌هاتون کار کنید که وقتی بزرگ میشن ناهار 600,000 تومانی مورد علاقه شون نباشه. بردارم مامان جانم. جان چی باید به بابا میگم دوباره گلاس بخورم؟ خب حالا من یه دونه بخورم ماما. مامان جانم بابا امیر زنگ بزن بگو دوباره گلاس بخوره. خب یه دونه آقا، یه دونه بده مامان جانم. آقا گلاس مورد علاقه منه. گلاس مورد علاقه منم هست. هر چیز رو میبینی دوست داری؟ بعد از اینکه چند وقت پیش سراج رئیس سازمان بازرسی گفت سایت وزارت صنعت هک شده بود و 5,000 خودروی غیرقانونی وارد کشور شد، وزارت صنعت بیانیه داد و هک شدن این سایت رو تکذیب کرد. حالا از اونجایی که این ماشینایی که وارد کشور شدن ماشینایی بودن که هم وارداتشون ممنوع بود و هم با ارز دولتی وارد شده بودن، باعث شد که حتی روی قیمتای خودروهای داخلی هم اثر بذاره و قیمت اونا هم بالا بره. اما تو این هفته روحانی در یک اقدام خوب اعلام کرد تا بررسی گزارش‌های دریافتی احتمال فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی یک شرکت رایانه‌ای و چند تا شرکت وارد کننده خودرو وجود داره و هم از قوه قضاییه خواست با سرعت به این پرونده رسیدگی کنه و هم به وزرای خودش دستور داد که با این فساد برخورد کنند و افراد متخلف رو به نهادهای مربوطه معرفی کنند. حالا ببینیم سرنوشت این پرونده چی میشه؟ آیا با این افراد برخورد قاطع میشه یا باز ماجرای اینجور وارداتهای غیرقانونی ادامه پیدا میکنه؟ به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم که آیا وقت اون نرسیده تا قوانین سفت و سختری برای ورود این خودروهای لوکس به کشور تصویب بشه؟ ببینیم ما اولین کاری کردیم گمرکی ماشینا رو بردیم بالا. باز دوستان اومدن گمرکی رو پرداخت کردم برشتم ماشین. خب نمیشه عکس العملی به این ماجرا نشون داد؟
ما اومدیم مجددن کاری که اینجا کردیم واردات خودرو ممنوع کرد. ولی خب همچنان که خودرو داره وارد میشه. بله. خب آقای دکتر فکر نمی‌کنید ضعف در اجرای قوانین باعث سرخورده شدن قشر متوسط و کم درآمد جامعه میشه؟ من نمی‌دونم شما کدوم نامیدنی صحبت می‌کنید. الان همه از تردد ماشین‌های لوکس تو خیابونا خوشحالن. من خودم بارها دیدم. یه ماشین لوکس رد شده طبقه متوسط به مجردی که ماشین دیگه گفته اوف. الان ما چقدر باید هزینه کنیم تا یه کارمند اونقدر به هیجان بیاد که بگه اوه؟ البته این تخلف ها ادامه پیدا میکنه، چون هر چند وقت یه بار از این واردات های غیر مجاز اتفاق میفته و هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه، چون دست آقایون و آقازاده ها تو کار هست. و بارها و بارها ما اینجا گزارش هاشو نشون دادیم. همین دو سال پیش بود که کلی ماشین لوکس غیر مجاز وارد کشور شد که قرار بود این خودروها رو امها بشن، ولی آخرش معلوم نشد که این خودروها چی شدن و دست کی هست الان. روزنامه جهان صنعت این هفته در تحلیل بسیار دقیق و کارشناسی نوشت علت وضعیت فعلی اقتصاد و ناتوانی روحانی برای کنترل اوضاع اینه که روحانی طبق قانون فقط میتونه دو دوره رئیس جمهور بشه و این زمان خیلی کمه. کاش محدودیت رو بردارید که روحانی برای بار سوم هم رئیس جمهور بشه و اوضاع درست بشه. ما فقط نفهمیدیم اینا رو به عنوان مطلب جدی چاپ کرده بودن یا شوخی کرده بودن. شوخی کرده بودم، شوخی کرده بودم، شوخی کرده بودم. این روزا تو کل کشور اتفاقات عجیب غریب داره میفته. اون وقت سربازان گمنام میرن سراغ یه دختر 17 ساله که از خودش توی اینستاگرام فیلم گذاشته بوده که به خاطر رعایت نکردن هنجارهای اجتماعی باهاش برخورد قضایی شد. اما تو روزایی که خیلی ها انتظار داشتن فیلم اعترافات اخلالگران اقتصادی از صدا و سیمای میلی پخش بشه، پخش فیلم اعترافات این دختر از صدا و سیما صدای خیلی ها رو در آورد. بلافاصله پلیس فتا بیانیه داد که مائده حجبری پرونده‌ای توی پلیس فتا نداره و این قضیه به ما ربطی نداره. بعد یه مقام مطلع تو قوه قضاییه هم اعلام کرد پخش این اعترافات به ما ربطی نداره و فرداش پلیس فتا دوباره اعلام کرد اگه پرونده مائده حجبری در اختیار ما بود ما حتما پیگیری میکردیمش. این وسط رنجبران مدیر روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرد مقام قضایی درخواست کرده بود این اعترافات حتما رسانه‌ای بشه. دوباره محسن اجرایی سخنگوی قضایی گفت قاضی اجازه پخش تصاویر و نام متهمو نداده بوده و حتی قرار بود صدا و سیما برای اجرای این فیلم از مرکز رسانه‌ای قوه قضایی کمک بگیره که این کارم نکرده. شهاب اسفندیاری رئیس دانشکده صدا و سیما هم توییت زد که اصلا پخش این اعترافات تو برنامه های تولیدی صدا و سیما نبوده و نیروی انتظامی تو برنامه ثابت هفتگی خودش اینو تحویل سازمان داده بوده و وزیر ارتباطات هم گفت این اتفاق حاصل تصمیم اتاق فکرایی بوده که منافعشون از شفافیت ارزی به خطر افتاده بوده. هیچه دیگه، یعنی عاشق این همه هماهنگی تو موزگیریتون هستیم. کلن یه اتفاقی تو ایران میفته هیچ کس گردن نمیگیره. یکی از خود آقازاده ها براشون مشکل پیش میاد با اسمای مستعار فیلمین بزه میرد. اون وقت یه دختر 17 ساله تو فضای مجازی فیلم از رقص زیباش گذاشته اینجوری با آبروش بازی میکنن، که البته تا قبل از این اتفاق هیچ کس اسم این دختر رو نمیدونست ولی الان معروف تر شد. این هفته سلطان سکه با 2 تن طلا دستگیر شد. کسی که آدماشو میفرستاده کف بازارو سکه میخریده و جمع میکرده و تأثیر خودشو رو قیمت سکه میذاشته. اما سخنگوی قوه قضاییه درباره این بابا گفت حمید مظلومین و پسرش محمد رضا مظلومین سال 91 و 92 هم یه بار دستگیر شده بودن و محکوم شده بودن، ولی بانک مرکزی نامه نوشت که این بابا با ماست و ما خودمون بهش دلار دادیم. حالا خدا کنه بانک مرکزی نیاد بگه سکه ها رو خودمون بهش دادیم. واقعا که این عشق به پول با بعضی رو چی کار میکنه؟ میگم آدم ها چرا اینقدر ضعیف و نفس ها؟ این پول چی آخه؟ چرک کف دست اصلا به چه درد میخوره؟
فوقش آدم یه خونه بزرگ میخره، دوبلکس، یه مغازه، دونک، یه ماشین آخر مدل. حالا این چندرغاز اصلا چی هست که؟ چندرغاز چیه؟ رقم کمی هم نیست. مگه تو شمردی؟ من که پول برام ارزش نداره. تو خیال میکنی برای من ارزش داره؟ چیه اینا؟ چرک کف دست. البته بعد دستگیری اومدن گفتن که موقع دستگیری سکه‌ای همراهشون نبوده و فقط تراکنش‌های مالیشون نشون میداده که این همه سکه خرید و فروش کردن. بله، این هفته مراسم رونمایی از فیلمی به کارگردانی یه سلیبریتی برگزار شد و بعد هم مراسم تولد کارگردان این فیلم برگزار شد که یهو سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران هم پرید وسط که هدیه تولد ما هم 20 تا بیلبورد تبلیغاتی به این فیلمه. قرار شد انشالله 20 بیلبورد شهری رو ما در اختیار کجا شدیم؟ هر جایی که جای پرت نه. هر جایی که خود خانم برچنی بر شو وسط بیابوی بیلبورد داری ندیم. یعنی حاتم بخشی 6 میلیارد تومانی از جیب تهرانی ها. بعد واسه که همه سوال شد که آخر رو چه حسابی؟ چون تولدش بود؟ بعد 6 میلیارد تومان واسه کادوی تولد یه ذره زیاد نیست؟ یا قراره این هدیه رو به بقیه هم بدیم؟ اون وقت منطقش چیه؟ ساز و کارش چیه؟ همینجوری رو هوا که سرپرست سازمان ورزش شهرداری هم در واکنش گفت نه، ما اصلا برنامه‌مون اینه که از آثار هنری حمایت کنیم و در راستای این حمایت اومدیم این هدیه رو دادیم. و خلاصه بعد از بالا گرفتن انتقادات، این خانم سلبریتی هم هدیه رو واقع نکرده پس فرستاد. هدیه است دیگه، مگه چیه؟ ای کاش واقعا این هدیه میلیاردی کمک به آثار هنری بود و برای بقیه هنرمندا و فیلمسازام از این حاتم بخشی ها میکردن. ولی خب هممون میدونیم که اینجوری نیست متاسفانه. خب بریم سراغ شخصیت این هفته. کسی که معتقد خودکفایی در کشاورزی مزخرفه، کسی که طرفدار واردات محصولات کشاورزیه، کسی که رئیس سازمان محیط زیسته ولی درباره راه حل مشکل آلودگی هوا میگه ما که نمیتونیم بدون خودرو و سوخت زندگی کنیم، پس دعا کنید که بارون بیاد، بله، یا باد بیاد. کسی که برای حل مشکل رودخونه ها میگه برید به خدا شکایت کنید. کسی که با تصمیمات مدیریتیش صدای نمایندگان خوزستان رو هم در آورده. بی خود چه کنید که اینطور شما تصمیم میگیری برای خودتون؟ خانم افتکار، سند رحمت پدر خانم افتکار شما به پاش میرسید؟ اصلا شما ارزش خانم افتکار داری؟ با این همه تصمیم گیری هاست؟ به تو هیچ رفتی نه. کسی که رئیس سازمان محیط زیست مثلا ولی میگه توسعه کشور که نمیتونه متوقف محیط زیست بمونه. و کسی که با این حرفاش حتی صدای مدیر زیر مجموعه حسام الدین آشنا رو هم در آورد. واقعا شگفت‌آوره که کسی که مسئول سازمان متولی محیط زیست کشور میشه به جای دفاع از تمامیت موازین آموزه ها و ملاحظات محیط زیستی اعلام بکنه که مملکت نباید معطل محیط زیست بمونه. این دقیقا از اون نکات شگفت‌انگیزیه که همه فعالان محیط زیست الان به عنوان یک چالش جدی، یک پرسش جدی از حسن روحانی مطرح میکنن که اصولا انتخاب عیسی کلانتری چگونه رخ داد؟ کدوم جریان فکری، کدوم تشکل مردم نهاد، کدوم جنبش اجتماعی از ایشون حمایت کرد؟ ما امیدوار هستیم که این مشورت ها و این بازخورد هایی که به ساختمان پاستور میرسه سبب بشه که یا تذکرات جدی به رئیس سازمان محیط زیست داده بشه و یا اینکه آقای روحانی فرد شایسته تری رو انتخاب بکنه برای. و کسی که تو هفته قبل وسط اعتراضات مردم خوزستان به وضعیت آب شربشون و بعد از اینکه یه سری از دانشجوها براش بلیت گرفتن که بره خوزستان گفت من که نمیتونم برنامه هامو به خاطر سفر به خوزستان جابجا کنم. بله بیننده های عزیز، این فقط گوشه ای از مدیران بیلیاغت و دزد کشور بود که متاسفانه از این قبیل افراد تو کشور و دولت زیادن. خب عزیزان، باز هم به پایان برنامه این هفته رسیدیم. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین و برای ما فیلم و گزارش تهیه کردین. ایمیل برنامه ما در همین نزدیکی با شما.tv@gmail.com،
با شماره تلفن گزارشگر ما هم 2044-738-822-2449 هست که میتونید از طریق تلگرام فیلماتون رو برای ما ارسال کنید و تلفن پیغامگیر برنامه هم 201-818-999-45 هست و میتونید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب هم به اسم ایران فردا در همین نزدیکی با شما دنبال کنید. ما همچنان منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما به همراه فیلماتون هستیم. تا هفته آینده و خبرهای جدید، خدایا رو نگهدارتون.